در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از درز گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران، پیروزی رسمی بایدن در آرای الکترال، وضعیت اسفبار غذایی در یمن و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 15 آذر شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان به 66 میلیون و 400 هزار نفر و تعداد بهبود یافتگان به 46 میلیون نفر رسید. تا کنون حدود 1 میلیون و 530 هزار نفر جان خود را بر اثر کرونا از دست دادند. روز جمعه تعداد مبتلایان جدید کووید 19 در جهان حدود 685 هزار نفر اعلام شد که بیشترین میزان ابتلای روزانه از ابتدای همه‌گیری ویروس است. آمریکا با شناسایی روزانه بیش از 235 هزار مبتلا حد نصاب جدیدی را ثبت کرد. این کشور بین روزهای چهارشنبه و جمعه به طور میانگین در هر روز بیش از 2800 قربانی کرونا داشته است. تعداد مبتلایان روزانه هند در روزهای اخیر به کمتر از 40 هزار نفر کاهش پیدا کرده، اما در برزیل آمار مبتلایان همچنان رو به افزایش است. در فرانسه و اسپانیا میزان مبتلایان روندی کاهشی دارد. بر اساس اعلام دولت اسپانیا، بین 15 تا 20 میلیون نفر از مردم این کشور تا اواسط سال 2021 میلادی واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد. طبق اعلام نخست وزیر هلند، این کشور در ژانویه 2021 1 میلیون دوز واکسن کرونا فایزر و در 3 ماهه اول سال 2021 هم 400 هزار دوز از واکسن شرکت مدرنا را دریافت می‌کند. گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران. در یافتن گزارش سازمان بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه ایران برای نصب 3 آبشار سنتریفیوژ پیشرفته در نطنز، واکنش‌هایی در پی داشت. کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین، اعلام کرد این گزارش که حاوی محتویات نامه محرمانه ایران است، بلافاصله و حتی قبل از اینکه اعضای شورای حکام بتوانند آن را رهگیری کنند، در رسانه‌ها ظاهر شد. او گفته آژانس باید حفاظت از اطلاعات محرمانه را نیز تضمین کند. نماینده روسیه در وین نیز در واکنش به افشای این گزارش به کنایه نوشت یک گزارش محرمانه دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران به محض به گردش درآمدن در شورای حکام به رسانه‌های جمعی درس پیدا کرد. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود ایران قصد دارد 3 آبشار سنتریفیوژ پیشرفته را در نیروگاه نطنز نصب کند. پیروزی رسمی بایدن در آرای الکترال. با تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت کالیفرنیا به نفع جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا به طور رسمی تعداد آرای الکترال مورد نیاز برای راهیابی به کاخ سفید را به دست آورد. یکی از مقامات ارشد کالیفرنیا روز جمعه تایید کرد که بایدن 55 رأی الکترال این ایالت را به دست آورده و بدین ترتیب شمار کلی آرای الکترال او به طور رسمی از 270 رأی مورد نیاز فراتر رفته است. توافق کشورهای عربی خلیج فارس برای حل بحران قطر. پس از انتشار خبرهای مبنی بر تلاش‌ها برای رفع اختلافات میان قطر و کشورهای عربی، محمد آل ثانی وزیر خارجه قطر اعلام کرد در حال حاضر اقداماتی در جهت حل اختلافات میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با قطر انجام می‌شود. همچنین شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت دستیابی به توافق برای حل بحران قطر را موفقیت تاریخی خواند. از ماه ژوئن سال 2017 عربستان، مصر و بحرین با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم ضمن قطع روابط دیپلماتیک مرزهای زمینی و هوایی خود با این کشور را بستند. فقدان امنیت غذایی در حدود نیمی از جمعیت یمن. بر اساس اطلاعات سازمان ملل، شرایط قحطی بار دیگر در بخشهایی از یمن دیده شده و تقریباً نیمی از جمعیت این کشور از فقدان امنیت غذایی شدید رنج می‌برند. سازمان‌های امدادی هشدار دادند برای جلوگیری از گرسنگی گسترده میان مردم یمن زمان کمی باقی مانده است. سازمان ملل اعلام کرده حدود 45% جمعیت یمن با فقدان امنیت غذایی مواجهند که 33% در شرایط بحرانی و 12% در شرایط اضطراری قرار دارند. حدود 17000 نفر نیز در شرایط شبه قحطی و فاجعه بار زندگی می کنند. درخواست بنی گانتس از فلسطین برای اثرگیری مذاکرات.
بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از فلسطین خواست تا مذاکرات با این رژیم را از سر بگیرد. گانتس اعلام کرده هماهنگی امنیتی و مدنی برای حفظ ثبات منطقه‌ای و حمایت از اقتصاد دارای منفعت مشترک برای فلسطین و اسرائیل است و می‌تواند نیروی محرکه هر گونه روند سیاسی میان این دو باشد. ترکیه در آستانه تحریم توسط آمریکا. کمیته‌های مربوط به خدمات تسلیحات در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از لایحه‌ای رونمایی کردند که طبق آن رئیس جمهور آمریکا ملزم می‌شود تحریم‌هایی را علیه ترکیه اعمال کند. این تحریم‌ها به دلیل خرید سامانه دفاعی S-400 روسیه توسط ترکیه اعمال خواهد شد. در صورت عدم وتوی این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا، تحریم‌هایی بر ضد ترکیه اعمال خواهد شد.